آورده. خدا ان شاء الله عمر شما رو زیاد کنه. ایمان آخرت. قربان شما ایمان مال بنده و جناب عالی فقط ایمان مال بخیر. هیچ چیز دیگه نمیخوید. و از نو به ما ملک بده و املاک بده و فرزند از ما گذشته. خدا یک ایمان کامل به ما بده تمام. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله شما رو سلامت نگه داره. بازم سفرهای بعدی زیارتتون کنیم. لیلی لن مجنون عاشق شیدا، لیلی لن مجنون عاشق شیدا، جان شیدا گلرون باشه ندوشت این بابا. حاج قربان سلیمانی یکی از نمادهای فرهنگ کهنسال بخشی‌های ایران است. او و فرزندش علیرضا سلیمانی به عنوان ستاره جشنواره موسیقی نواهای جاودان لندن در سال 2000 برگزیده شدند. اما بخشی کیست و این لقب به چه کسی داده می شود؟ بخشی یعنی چی؟ بخشی خودش باید کتاب شد. یک کتاب بسشان بده نیست خوشست نیست بسشنیست. ولی داستان رو بلد باید یه درست کنه. شعر شبیده. حدیث شد درست کنه. تار شد درست کنه. او تار شد باید درست کنه. بعد از نقالی شد چنان نقالی بکنه که اون کسی که گوش میکنه مجتمعه باید نگاه کنه که ببینه عاشق مجروع رو در سنه ببینه. از کار بخشگری در نتاری. حاج قربان از اهالی علی آباد قوچان است، دهی کوچک در استان خراسان که با اسم حاج قربان به نامی آشنا به عنوان زادگاه چندین نسل از بخشی های ایران شناخته شد. شغل ما کشاورزی است. در همین روستا من به دنیا آمدم سال 1302، الان نقدم 80. چون این ساز در خانواده ما بوده، پدر ما تار میزد ولی نمیخوند. ولی بنده از تقریبا مکتبم میرفتم، اون دبستان اون زمان نبود، مکتب میرفتیم. الفا بیز بر اب جمع دال زبر جد اب بجد هی بوز بر هب وزیز بر وز هب وز هی تم شو تاین ایزیتی هود دی. اینطوری ما درست میخونیم. الف سرده یادان بیره چکار دی بی ای جیم اینطوری ما هم درس میخوندیم. بعد میامدم تارم میزدم. تارم کسانی دیگر نبود. در عرض یک هفته من ایره یاد گرفتم، چون پدر ما که میزد من انگوش را میدیدم. پهلوی پدر منم اصلا نزدم تا خوب یاد گرفتم. بعد خلاصه ما سال 1320 ازدواج کردیم. از سال 21 مجلس رفتیم، عروسی ها و شیرین خانی این چیزا می رفتیم. الان 70 سال من با این ساز سرکار دارم. 70 سال این ساز دارم می زنم. حاج قربان سلیمانی خود نسل هشتم از بخشی‌های خراسان بود، فرهنگی که قدمت آن به چندین قرن قبل از آن باز می‌گردد. خودم درست کردم یادم نمیاد، حالا کم کم آمده. هنشیزار 500 سال پیشی ساخته شده، اولی سازی بوده. وقتی که بنده ی حرف را گفتم اینا با من خندیدن. گفتم خندتان چیه؟ گفت که آقا اینا میگن که او زمانی که شما میگین اصلا در دنیا فلز نبود. من فلز اینا میخوید؟ گفت هنید اینا فلز نیست. گفتم بابا بخاطر همین ما با ابریشم کار میکردیم. 20 سال قبل با ابریشم من میرفتم مجلس ها. شیم در کجا بود؟ اصل خانواده ای ساز باید از همه چیزش از توت باشه. همین ابریشم هم از توت تولید میشه، روشم توت، کاسم اگر این هم توت باشه، ولی چون یک مقدار چوبش زود سابیده میشه، این را عناب و زردالو درست میکنن سفت باشه که سابیده نشه.
از خصوصیات بخشی هاست که به جز هنر خوانندگی و نوازندگی ساز خود را نیز با دستان خود بسازند. زمان سابق که دوتار مال پدر ما بود، بعدن که او را از ما گرفتن یک نفر برد، ما هم رو موندم او را برد. بعد یکی دیگر را از قوشان خریدم او را هم علیرضا برد شکست. بعدن این تارا را خودم درست کرد. پسرم هم دلنه درست میکنه، این تارا را او درست کرده. تاراش هم خوب درست میکنه. برای مردم روستا میخونین شما؟ بله. آقا پسر من اون زمان صاحب 30 سال به مدرسا رفتم. اون صاحب پیش در دوره شاه. از اون زمان که این ماشین چیزان با قاطر و عشق میامدن میرفتیم اونجا. مثلا اونم هر عروسی نبوده. هر عروسی که مثلا 20 ده خبر کرده بودن. سالهای متمادی بخشی ها با حضور خود به مراسم ویژه مردم منطقه رونق خاصی می بخشیدند. مراسمی که گاهی چندین روز ادامه داشت. از این رو آنان همواره در بین مردم منطقه از اهمیت و عزت و محبوبیت خاصی برخوردار بودند. نقش بخشی ها در مراسم بسیار خاص و ویژه است، به طوری که مهمترین بخش هنری مراسم بر عهده آنهاست. بخشی ها در بهترین جای مجلس می نشینند، مشرف بر تمامی حضار. پس از اجرای موسیقی ساز و دهل و صرف شام، مجلس به دست آنان سپرده می شود تا با نغمات و داستانهای خود حضار را به صحنه داستانهای حماسی و عشقی ببرند. حاج قربان از روال این مراسم می گوید، از شیوه لباس پوشیدن تا نقش و جایگاه ویژهشان در چنین مجالسی. این کامل شد. حالا روی دوشک جای من تعیین میکردم، اینجا میشستم. خب اگر خوندن در بین نبود که اینطوری ما ساز میدادیم. اینطوری اگر در خوندن کتاب بود در بین، باید مسلط باشی روی تار. اینطوری روالش این بود. یک دست درنزن و دهونزن بود، اون مال روز بود. وقتی اول شب که میشد دیگه نوبت مال بخشی بود، کسی دیگه نمیامد دیگه. تنها بخشی بود، مجلس 500 نفر 1000 نفر بود، باید این را کنترل میکرد. آقا چه بگم، زمان سابق چنان این صحبت شد، نقالشم میکردم تو میگفتی جلو اینا مجسمه میدیدن. در مصاحبه‌ای که با حاج قربان در علی‌آباد قوچان انجام شد، یکی از داستان‌های خود را تعریف و آهنگ آن را اجرا کرد. این یک عاشق است به نام صنوبر، نامزادش هم گل صنوبر. این عاشق شده بود به این دختر، اونم در عالم خواب دید. خب پسر سلطان بود. با 500 تا سواره اینا رفتن و همه غرق شدن تنها. در بیابون و در شهرها و به مملکت قربت 7 سال گشت. یک روز روز هر به طرف خدا گفت خدایا یا ما را بیمیران این که مثلم بار آسان. ده یک پیرم از دیگه بروش میاد میگه پسر جان کجا؟ گفت حال قضیه کارمه اینطوریه. گفت بیا بریم. این را میبره توی گنبدی، میبینن چند تا سید در اینجا نشستن آش میخورن. آش چنان تمام شده آخرش مونده. از این شرابی که در وسط اونا بوده گفت حالا پسر جان آش نرسیده، از همین شراب یک مشتکان میل فرمانه.
وقتی که ایرا خود به زمین افتاد از خوش رفت. بعد از این ساعت به هوش آمد، گفتن چی دیدی؟ زمین آسمان نگاه پرده از حجاب چشمش برداشت، هر چی دید همه را دید. اینم آهنگ شاخاتایی بود. اون آهنگ شد نمیشه بزنید برامون؟ بله، چرا؟ حالا شنیدی؟ بله، زدین نه قبلا. نه بابا. آها. اول صداشو با این ساز کوک کنه. ایرا میدانی یا نمیدانی؟ به محمد به شجریان میگه من تهرانم، شما صدا را اینجا قاطی میکنی، ما نمیفهمی صدای تو کی قاطی شد کی تمام شد. گفتم همون فنونت کرد. کردن شیرین دور لبی یادن شوشن خانم سلگی گذر نگذر دایلر نگذر خانلر نگذر هر گذر لبی گذر گذر نگذر شیرین شیاب نچیدن شرگنم سلگی فعالیت هنری حاج قربان پس از انقلاب به توصیه روحانی جوانی در منطقه بیش از 15 سال متوقف می شود و با تشویق و رهنمود روحانی دیگری از سر گرفته می شود. از من سوال کرد که فلانی کسبتان چیه؟ شما همین شغلتان همین سازه؟ گفتم نه بابا، ما دامداری داریم، کشاورزی داریم، گندم، جو، کار ما این نیست که بود پسندیرم نکنی. من تا یه حرف را گفت خاطر نملا نشده. وقتی این موقع بود نزدیک بود تقریبا 43-44 بود. چندن گفتم آخشی شما اونطوری که مفرمایین پس این حرامه. گفت نه درستم نیست زدنش. من همین باعث شد و من آمدم از ساز ترک کردم. من تقریبا 15-16 سال اصلا دست به تار نزدم. اون شیخ هم که به من گفت حرامه منو ترک کردم. اما مسلمانی من یکی سید بود از همین روستای ما بود. این شیخ هم گفت تاجی شما و
ولی که از این ساز ترک کردیم گفتم خون گفتن حرام منم ترک کردیم نه چی بود گفتم والا من که اسمشه نمیدونه یک جوان تقریبا 20 سالش یا شده بود نشده بود گفت وانه تاده مدرسه رفته بود هم درشیس به اونجا نرسیده که بفهمه که حرام و حلاله شما بیا از نو ادامه بدیم گفتم بابا ما 15 ساله ندارم از نو همین خانه سید تارشا برداشت گفت که شما ادامه بگفتیم بابا من چند ساله ندارم این گناه اون گناهش مال من تو ادامه بگفتیم ای جوانی کنیم هنر بکر حاج قربان این بار دیگر محدود به مرزهای منطقه و یا سرزمین خودش نبود او با دوتار و پیامی از صلح و دوستی بر روی بزرگترین و معتبرترین صحنه‌های موسیقی جهان به عرضه هنر خود پرداخت و در اندک زمانی این فرهنگ اصیل را در دل جهانیان جای داد. به نام حاج قربان سلیمانی آقای نیست ترجمه بکنی بفرمایید. از راه دور به خدمت آقایان رسیدم. فرهنگ ایران از طرف الهیات به دست ما رسیده. یک امانت نگاهداری هستیم که باید به بچه ها تحویل بدیم. نظر بنده همین است که بین ملت ها یک اخوتی باید بید باشه. ما همه من سیاب و سفید و زرد و سیق همه من فرزند یک خانوار هستیم که حوا با آدم دیگه بین ما دیگه کدورت نباشه انشالله. خب شد Sende dur ya gani kudret Ölünce mekluk gülme muptela Kimi kar eylecen kimi deri Gelim anemi Zaliken fezunla yok imen yaşayan anemi
حاج قربان همچون گنجینه‌ای در سر مزرعه انگور خود در علی آباد به دل خاک سپرده شده. اما اشعار و داستانهای خود را با دستخط خودش برای نسل‌های آینده بخشی‌ها به یادگار گذاشته. فرزندان و نوادگان حاج قربان اکنون نسل نهم و دهم این فرهنگ دیرینه هستند و میراثدار این گنجینه فرهنگی جهانی. کسی از خبرنگار از حاجی سوال کرد، گفتن حاج آقا شما اسم پدرتان چه بوده؟ گفت استاد رمضان. گفت اسم پدر اون چه بوده؟ گفت استاد حسین علی. گفت اسم پدر اون چه بوده؟ گفت استاد علی محمد. گفت اسم پدر اون چه بوده؟ گفت استاد قربان. گفت اسم پدر اون چی بوده؟ گفت استاد یعقوب. گفت اسم پدر اون چی بوده؟ گفت بشیر. گفت اسم پدر اون چی بوده؟ گفت اشیر. گفت بعد از اون گفت نمیدونم دیگه تا کجا برم، تا اونجا که من میدونم که برای ما گفتن نسل در نسل. حالا شما حساب بفرمایید، این حاج قربان، استاد رمضان، استاد حسین علی، استاد علی محمد، استاد قربان، استاد یعقوب، استاد بشیر، استاد عشیری شد 8 تا. بنده نفر نسل نهم، اینا هم نسل دهم. اینا 10 نسل دارن امتداد دادن این موسیقی. خب ببین، خب آقایان تشریف کنن، خب اگر خب من از اینجا تایی رو ببرم از اینجا باید ببرم پاریس، از اینجا ببرم هلند، از هلند برم تهران، از تهران مشهد، از مشهد قوچان علی‌آباد. خب یه هیچ مرد بینید جنابالی به من دادی، منم تقدیم میکنم. خب آقایان ببخشید، خوبی بحیر اینه ببخشید. خب بفرمایید. شبت بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ آقای. خدا سلام. الله یار باشه سن ان شاء الله. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. آهنگی میخوای آخرش تمام بکنی؟ این آهنگ نیست، یک ریتمیه که آهنگ را تمام بکنی.